وقت بامداد تهران و کابل است 7:30 در دوشنبه. درود بر همراهان چشم‌انداز بامدادی. داریوش رجبیانم. چهارشنبه است 10 اردیبهشت. بیش از 1 میلیون مبتلا به کرونا در آمریکا، یعنی حدود 1/3 همه مبتلایان به این ویروس در جهان. موزه اول ما امروز همین است. از کرونا در جهان به ویژه اروپا و ایران هم خواهیم گفت، از جمله افزایش مرگ و میر میان کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی ایران. در این باره گفتگوی زنده داریم با یک کارشناس. کرونا در افغانستان را هم داریم. تأثیری که بحران کرونا بر کار و کارگری در ایران گذاشته، این هم از موضوعهای برنامه امروز ما هست. هفته جهانی واکسیناسیون بهانه خوبی است که به این موضوع مهم هم امروز بپردازیم و موضوعهای بسیاری دیگر. سرآغاز تازه ترین خبرهای جهان از بی بی سی فارسی در لندن. در آمریکا بنابر آمار دانشگاه جانز هاپکینز، شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا از مرز 1 میلیون تن هم گذشته. این در حالی است که برخی معتقدند که شمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا میتواند بیشتر هم باشد. کامیز فتاحی از واشنگتن گزارش میدهد. روز سه‌شنبه اعلام شد که در آمریکا تعداد قربانیان کرونا به 58365 نفر رسیده. به این ترتیب کرونا در ظرف 5 هفته اخیر از 2 دهه جنگ ویتنام برای آمریکا مرگبارتر بوده. همزمان دونالد ترامپ گفته که دستور بازماندن اجباری مجتمع‌های تولیدی گوشت را صادر می‌کند. یکی از کانون‌های شیوع کرونا در آمریکا که این کشور را با خطر کمبود گوشت مواجه کرده. در اروپا اما ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه گفته که بعد از تسهیل مقررات منع تردد در روز 11 مه 22 اردیبهشت، زدن ماسک در شبکه حمل و نقل عمومی و مدارس راهنمایی اجباری خواهد شد. یعنی آموزش در مدارس فرانسه به تدریج ابتدا از پیش دبستانی و مدارس ابتدایی از سر گرفته خواهد شد. همزمان نخست وزیر اسپانیا هم طرح پایان تدریجی منع تردد را تشریح کرده که هدف آن رسیدن به وضع عادی جدید تا پایان ماه ژوئن است. مقام‌های بهداشتی ایران هم می‌گویند که آمار قطعی مبتلایان به ویروس کرونا به حدود 93,000 تن افزایش یافته که در این میان تاکنون 5,877 تن جان خود را از دست دادند. خبرهای جهان از رادیو بی بی سی در لندن. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را برای مدتی نامحدود تمدید می‌کند، در میان شمار کوچکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیح کرده است. تحریم‌های سازمان ملل علیه خرید و فروش تسلیحات توسط ایران قرار است طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت در ماه اکتبر امسال منقضی شود. سینا علی نژاد گزارش می‌دهد. مقام های دولت ترامپ به خبرگزاری ها گفتند از آنجا که ایران تعهداتش را نسبت به توافق اتمی کاهش داده، بر این باورند که می توانند خواستار تمدید این تحریم ها علیه ایران شوند. اما یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته که آمریکا به سختی می تواند خود را به عنوان ناظر قطعنامه‌ای معرفی کند که خود از آن خارج شده. دولت ترامپ در سال 2018 توافق اتمی را ترک کرد و علاوه انتظار می رود چنین اقدامی با مخالفت شدید روسیه و چین روبرو شود که در شورای امنیت حق وتو دارند. و اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده که از زمان شیوع ویروس کرونا در آن کشور بخش خصوصی بیش از 1.5 میلیارد دلار زیان دیده است. خان جان الکوزی، معاون اتاق بازرگانی افغانستان، در گفتگو با بی بی سی از دولت خواسته که با عفو موقت مالیات سرمایه گذاران را کمک کند. تازه ترین خبرهای ایران و جهان در بی بی سی فارسی، بی بی سی پرژن نقطه کام. به یکایی که شما درود میفرستم از لندن. داریوش رجبیانم با نخستین بخش خبری و تحلیلی بی بی سی فارسی در روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 به همراه فرج بالافکن که سکاندار برنامه امروز است. برنامه سرشار از تازه ترین خبرهای ایران و جهان که همچنان بخش اعظم آن مربوط به همگیری کووید 19 است. آمریکا بار دیگر به سرخط خبرهای کرونایی راه یافته، چون شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 1 میلیون تن هم گذشت. این آمار که دانشگاه جانز هاپکینز اعلام کرده، نزدیک به 1/3 شمار مبتلایان جهان را در بر می‌گیرد. بنابر این آمار بیش از 57,000 تن از ابتلا به کرونا در آمریکا جان دادند. برای شرح ماجرا همکارم کامبیز فتایی رو داریم از واشنگتن که همین حالا با ماست. کامبیز، آمریکا همچنان در صدر جدول آمارهای اعلام شده درباره ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 در جهان هست، اما کارشناسا همچنان میگن که آمار واقعی میتونه بسیار بیشتر از اینا باشه.
خب بله، آمار واقعی میتونه بیشتر از این باشه. این چیزیه که خیلی در موردش میشه گفت اتفاق نظر دارن. دلیلش هم این است که وقتی صحبت از آمار رسمی میشه اینجا، که عمدتا البته توسط دانشگاه جانز هاپکینز هم ارائه میشه در سطح کشور، موارد شناسایی شده رو اینا اعلام میکنن. خیلی از موارد خودشون هم اعلام میکنن که شاید اصلا شناسایی نشده باشه، یا اون شخص در واقع آلوده شده باشه، حتی خبر نداره، فقط ناقل هست. بنابراین خیلی ها اطلاع ندارن، خیلی ها به بیمارستان ها اصلا مراجعه نمی کنن. مجموع اینها رو که در نظر می گیرن احتمال میدن که بعضی ها البته میگن شاید 10 برابر آمار اعلام شده باشه. البته اینی که تعداد بیشتر هست تقریبا نمودش اجماع هست، حالا چقدر بیشتر هست مشخص نیست. منتها به هر حال این اپیدمی در آمریکا داره هر روز جان تعداد بیشتری رو میگیره. روز گذشته اعلام شد که رقم به 58365 نفر رسیده، که این شمار قربانیان این ویروس رو از تعداد کشته های آمریکا در جنگ ویتنام که یه چیزی حدود 2 دهه طول کشید هم بیشتر میکنه. این چیزی که در عرض 5 هفته داره اتفاق میفته. 145 نفر هم بنابر آمار در واقع رسمی یا چیزی که توسط این بیمار جان هاپکینز داره اعلام میشه، الان عمق فاجعه رو داره از این از نظر جان انسانی و اینکه قربانی که میگیره داره نشون میده. بماند که ضربات اقتصادی که زده، امروز انتظار داریم که دولت بیاد در صبح چهارشنبه به وقت واشنگتن اعلام کنه که چقدر تولید در واقع اون اندازه اقتصاد جی دی پی اینجا منقبض شده. اقتصاد آمریکا انتظار میره بین 3% تا 6% درآمد ناخالص ملی. بله، و به هر حال تعداد بیکاران هم در ظرف هفته های گذشته دیدیم که هر هفته تقریبا حداقل بیش از 4 میلیون نفر بیکار شدن. و البته با علیرغم تمام اینها میبینیم که به خصوص به خاطر فشارهای اقتصادی بسیاری از تعداد بیشتری از ایالت‌ها دارن حداقل دارن سعی میکنن که در ظرف روزها و هفته‌های آینده بیان و تا حدی فعالیت‌های اقتصادی رو در چند مرحله از سر بگیرند. خب این مقایسه رو که کردی، خیلی از خبرگزارا گفتن که تعداد در واقع بیش از 57,000 کشته در این پیکار با کرونا در واقع بیشتر از تعداد قربانیان جنگ آمریکا در ویتنام هست. ولی حالا که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشست‌های خبری مربوط به کروناش رو از سر گرفته، چه توضیح میده درباره بالا رفتن آمار؟ خب رئیس جمهوری آمریکا در گذشته هم گفته اگر آمار بالا هست به خاطر این هست که به گفته او تست های زیادی داره انجام میشه در مقایسه با کشورهای دیگر، یا اینکه آمریکا شفافتر داره عمل میکنه. و او به هر حال روز گذشته گفت که به زودی آمریکا روزی 5 میلیون تست کرونا رو میتونه، از 5 میلیون در واقع این تست رو بگیرن. البته هنوز باید ببینیم که آیا در عمل این کار رو خواهند کرد یا نه. ولی دونالد ترامپ 2 مورد مهم دیگر رو هم مطرح کرد، یکی اینکه از دستورات در واقع اختیارات جنگی خودش میخواد استفاده بکنه، و دستور باز شدن و بازموندن اجباری مراکز تولید گوشت و شرکت های تولید گوشت و مجتمع های تولیدی رو صادر بکنه، که تعداد زیادی از اینها بسته شدن مسئله به خاطر آلودگی که ایجاد شده در بسیاری از این مجتمع ها. و برها با ارائه کمک های فدرال باقی ماندن اینها رو میخواد اجباری بکنه که کمبود گوشت در آمریکا به وجود نیاد. مسئله دیگر رو هم که رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرد این است که از یک سری از کشورهایی که کانون کرونا هستن، از جمله برزیل رو نام برد، قراره که مسافران از این کشورها ظاهرا دارن بررسی میکنن که اینها در بعد ورود به آمریکا اینها تست بشن. درست. احتمال داره در این مورد هم دستور تازه‌ای رو در روزهای آینده صادر بکنه. سپاسگزارم کامبیز. با همکارم کامبیز فتاحی درباره وضعیت کرونا در آمریکا صحبت می‌کردم که در جدول ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا این همه‌گیری مقام اول رو دارد. به دنبال آن بنا به آمار رسمی البته عمدتاً کشورهای اروپایی هستند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و اینجا بریتانیا. فرانسه گفته که یک نظام نمونه برداری سختگیرانه را پیاده خواهد کرد تا بتواند این همه‌گیری را کنترل کند، همزمان با آغاز شلتر کردن محدودیت‌ها که قرار است تا کمتر از 2 هفته دیگر آغاز شود. انتظار نخست وزیر فرانسه این است که در ظرف 1 هفته بیش از 700,000 آزمایش کرونا انجام شود. نخست وزیر اسپانیا هم یک برنامه 4 مرحله ای خروج از قرنطینه در این کرونا زده ترین کشور اروپا را اعلام کرده. در روسیه هم ولادیمیر پوتین گفته که کشورش هنوز به نقطه اوج شیوع ویروس کرونا نرسیده، به همین جهت محدودیت ها تا 12 مه که میشه 23 اردیبهشت تمدید شده. مهرنوش پورزیایی همکارم از واشنگتن از دور تا دور جهان کرونا زده این داده ها را جمع آوری کرد.
سازمان بهداشت جهانی میگوید برای تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز 135 کشور آماده است. کارگروه ویژه این ماموریت قرار است از جمله 75 میلیون ماسک و 50 میلیون دستگاه تنفس مصنوعی تولید و توزیع کند. صندوق بین‌المللی کودکان یونیسف که در این زمینه با سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد همکاری می‌کند، تاکنون تجهیزات ساده پزشکی، دارو و مواد غذایی به کنگو فرستاده و اقلام محافظت شخصی برای کارکنان درمانی به ایران و ونزوئلا. همزمان سازمان جهانی غذا هشدار داده که گرسنگی و عدم دسترسی به غذا در کشورهای شرق آفریقا به دلیل همه‌گیری کرونا افزایش چشمگیری خواهد داشت. در اروپا چند کشور برنامه خود را برای بازگشت تدریجی به وضعیت عادی اعلام کردند. نخست وزیر فرانسه برنامه دولتش را به این منظور در اختیار پارلمان فرانسه گذاشت که بعد از رأی گیری تصویب شد. ادوارد فیلیپ اعلام کرده از روز 11 ماه مه فروشگاه ها، بازار ها و مدرسه های ابتدایی بازگشایی می شوند. دولت فرانسه امیدوار است بیش از رسیدن به این روز هر کسی را که با یک بیمار مبتلا به کرونا در این کشور در تماس بوده آزمایش کند. ادوارد فیلیپ. در پایان قرنطینه ما ظرفیت انجام آزمایش کرونا بسیار گسترده ای خواهیم داشت. هدف ما اینه که تا 11 ماه مه دست کم هر هفته 700 هزار مورد آزمایش تشخیص ویروس کرونا انجام بدیم. نخست وزیر اسپانیا هم برنامه کشور برای خروج از قرنطینه را اعلام کرده و گفته خروج تدریجی از قرنطینه در بهترین شرایط 6 هفته و در بدترین وضع 8 هفته طول خواهد کشید. بر این اساس دولت اسپانیا امیدوار است تا پایان ماه ژوئن وضعیت عادی بعد از ویروس کرونا را آغاز کند. در روسیه شرکت دولتی انرژی اتمی این کشور روز سه‌شنبه از گسترش ویروس کرونا میان 3 شهرک هسته‌ای روسیه ابراز نگرانی کرد. این شهرک‌ها عملاً به شرکت روس اتم که صنعت انرژی اتمی روسیه را می‌چرخاند مرتبط هستند. مؤسسه تحقیقاتی محرمانه‌ای که در تولید اولین بمب اتم شوروی سابق نقش اساسی داشته در یکی از همین شهرک‌هاست که معمولاً به روی خارجی‌ها بستند و حتی شهروندان روسیه هم برای ورود به آنها احتیاج به مجوز دارند. و روز سه‌شنبه رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفته بیش از 92 هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 5800 نفر جانشان را بر اثر آن از دست دادند. کیانوش جهانپور گفته تاکنون 75% مبتلایان به این ویروس بهبود یافتند و از بیمارستان مرخص شدند، اما نزدیک به 3000 نفر در وضعیت وخیم تحت مراقبت ویژه‌اند. کرونا در جهان و ایران گذشته بود از مهرنوش پورزیایی و در همین حال مقام‌های ایران می‌گویند که بیش از 100 تن از کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی این کشور در مقابله با کرونا جان خود را از دست دادند. نصرالله فتحیان مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا گفته که بیش از 150 هزار نیروی بهداشتی در 64 دانشگاه علوم پزشکی به بیماران مبتلا به کرونا خدمات ارائه می‌کنند. پیشتر محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار به روزنامه رسالت چاپ تهران گفته بود که آمار کارکنان بهداشتی و درمانی کاملا امنیتی است. در چین پس از سالمندان کادر پزشکی و درمانی آن کشور بودند که بیشتر از همه در خطر ابتلا به کرونا قرار داشتند و هستند. همینجا در بریتانیا هم دست کم 100 تن از کارکنان سرویس سلامت همگانی بر اثر بیماری کووید 19 جان دادند و همینجا میخوام درود بگویم به دکتر آرش علایی مدیر انسوی جهانی آموزش و سلامتی در نیویورک آمریکا که به ما پیوستند. درود بر شما آقای دکتر علایی. وقتی به آمار مرگ و میر کادر پزشکی در کشورهای مختلف جهان نگاه میکنیم، از این آمار در واقع چه میشه فهمید؟ آیا میزان مرگ پزشکان و پرستاران در همه‌گیری کنونی کرونا در جهان به نظر شما غیر معموله یا در حد انتظار؟ درود بر شما و بینندگان و شنوندگان محترمتان. در کل این آمار مرگ و میر پرسنل پزشکی و پرستاری و ابتلایان ها فوق تصوریه که در ذهن بوده و بیشتر از معموله. و چرا اینطور شده؟ چه دلیلی یا دلایلی برای توضیح این مسئله وجود داره که ما شاهد این موضوع هستیم؟ دلایل متعدده. یک، بیماری نوپدیدی بود که تصور بر اساس گزارش‌های اولیه‌ای که از چین می‌آمد
این بود که بیش از 95 تا 98 درصد افراد مبتلا علامت دار هستند در مرحله های میانی بیماری، در صورتی که حالا متوجه میشیم که 30 تا 50 درصد بیماران بدون علامت بودند. دو، اینکه اهمال یا دیر عمل کردن سازمان جهانی بهداشت برای اطلاع رسانی دقیق به سایر کشورها بود. یعنی اگر سازمان جهانی بهداشت به موقع عمل میکرد و سایر کشورها را مطلع میکرد که این بیماری ذریب نفوذ ویروس بی علامت بودنش و خطر مرگش بیش از آن چیزی است که در گزارش‌های اولیه از چین آمده بود، کمک می‌کرد به کشورها سازگارهای لازم را آماده کنند که از پرسنل بهداشتی درمانی خودشان محافظت کنند در مقابل این بیماری. همونجوری که در گزارش شما هم بود، این فقط وابسته به یک کشور یا دو کشور نیست، تمام کشورها در بین پرسنل بهداشتی درمانی هم ابتلا داشتن هم تلفات. ولی اونجایی که بیمارستان‌های تخصصی رو ما می‌بینیم، بیمارستان‌های تخصصی که مرتبط با بیماری‌های عفونی بودن، مثلا در ایران بیمارستان مرکز مسیح دانشوری، بیمارستان سل، یا بیمارستان‌های عفونی که بخش عفونی بیمارستان امام خمینی یا هزار تخت خوابی قبل، اینها پرسنلشان درسته که شاید مبتلا شدن ولی فوت کم داشتن نسبت به سایر بیمارستان‌های عمومی. چرا؟ چون این بیمارستان‌ها آمادگی قبلی داشتن، از قبل با بیمارهای عفونی در تماس بودن و پرسنل آمادگی لازم داشتن. ولی حالا اگه مشخصا به ایران که اشاره کردین آقای دکتر علایی، مشخصا در باره ایران اگه بگیم که بجز این عاملی که گفتید، آیا عوامل دیگری هم بوده که باعث چنین وضعیتی در ایران شده؟ چون گزارش شده که دست کم 100 پزشک و پرستار در ایران، که واقعا رقمی خیلی بالا هست، بر اثر این موضوع جان خودشون از دست دادن. ببینید، شبکه بهداشتی درمانی ایران و کادر درمانی ایران شبکه موفقیه در بین کشورهای خاورمیانه. به خاطر همینه که ما گلایه داریم از دولت و از وزارت بهداشت، چون همون لحظه های اول اگر از مرکز مدیریت بیماری ها یا وزارت بهداشت بخشنامه میشد، چون شبکه ارتباط خوبی داره تا کوره دهات اقصا نقاط، دهات‌های دورافتاده، مراکز بهداشتی درمانی که شاید بهورز درش بود، تا بهترین بیمارستان‌های پایتخت می‌توانستند اقدامات پیشگیرانه‌ای بکنند. و این همون موضوعیه که چون بیماری نوپدید بود، خود کشورها در دیر عمل کردند و در ایران هم وزارت بهداشت دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با محافظت پرسنل دیر اعلام کرد. و در کنارش ما باید ببینیم دستورالعمل یک جاست دسترسی به وسایل. ببینید، اول دستورالعمل میاد، به نظر میرسه در وهله اول ماسک بود در ایران، در خود بیمارستان ها بود، ولی پرسنل شاید ماسک نمیدانستن باید بزنن. دوم این بود که بعد از یک زمان که طولانی میشه، نیاز به وسایل مصرفی زیاد میشه، اون موقع کمبودها هست که لوجستیک باید عمل کنه. ولی خود ایران و باقی کشورها رو اگه نگاه کنیم، رفته رفته میبینیم آمار فوت در بین پرسنل کم میشه. چرا؟ چون آمادگی لازم رو پیدا کردن، شناخت لازم رو پیدا کردن، بخشنامه ها رو به روز کردن و وسایل در دسترس قرار دادن. به خاطر این میبینیم روز به روز پرسنل کمتری فوت میکنن یا بیمار میشن. آقای دکتر آرش علایی، سپاس فراوان از این صحبت سودمند. با مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی در نیویورک آمریکا صحبت میکردم. یک یادآوری کوچیک برای مخاطبان برنامه، شنونده ها، بیننده ها، چشم به راه دیدگاه های همه شما هستم درباره هر موضوعی که در برنامه پخش میشه یا حتی موضوعاتی که پخش نمیشه ولی براتون مهم هست، میتونین نظر بدین و در ادامه برنامه، در رو به پایان برنامه، دیدگاه های شما رو هم رسانی خواهم کرد. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما، بامدادی @bbc.co.uk، 2044-370-412-2222. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتشار گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا پیش بینی کرده که بین 2,800,000 تن تا 6,400,000 تن دست کم برای دوره‌ای شغل خود را از دست خواهند داد. در این گزارش که دیروز روی تارنمای این مرکز منتشر شد، همچنین آمده که 70% افراد بیکار شده پوشش بیمه ای ندارند و اینها در آستانه روز جهانی کارگر است که پس فرداست، روزی که معمولاً با تجمعات کارگری در سراسر جهان همراه بود، اما این بار
کرونا جلوی این گرد همایی ها را گرفته. در ایران شرایط کارگران تفاوت مهم دیگری هم امسال دارد. مصوبه مربوط به حداقل دستمزد کارگران بدون توافق کارگران و تنها با نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت اعلام شد. آنگونه که فیروزی اکبریان در گزارشش میگوید، فعلا چشمانداز روشنی هم برای بهبود وضعیت دیده نمی شود. 28,000 کارگر در استان خراسان رضوی بیکار شدند. بیکاری هزاران کارگر ساختمانی ایران به دلیل شیوع کرونا. در استان گلستان بیش از 14,000 نفر شغلشان را از دست دادند. بیش از 12,000 نفر برای دریافت بیمه بیکاری در استان مازندران ثبت نام کردند. بیش از 8,000 کارگر در استان ایلام در سامانه بیکاری. خبرهایی از این دست در چند ماه اخیر و با شیوع ویروس کرونا بیشتر شنیده می شود. هر روز چند واحد تولیدی بسته می شود و هر روز بر خیلی عظیم بیکاران اضافه می شود. موضوعی که دولت هم بر آن مهر تایید می زند. علی ربیعی سخنگوی دولت حدود 2 هفته پیش گفت به دنبال شیوع کرونا میلیون ها نفر در معرض اخراج و بیکاری هستند. و این تصویری تیره و تار از حال و روز اقتصاد در سالی است که رهبر ایران برایش خوابهای بهتری دیده بود. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. شیوع کرونا باعث شده خیلی از کسب و کارها کرکره ها را پایین بکشند. اما شیوع این ویروس و به دنبال آن بیکاری گسترده تنها مشکل کارگران نیست. تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برای خودش 7 خانه رستم بود. کاری که باید پیش از شروع سال انجام می شد با 3 هفته تأخیر صورت گرفت. آنطور که محمد شریعت مداری وزیر کار اعلام کرد، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 21% افزایش یافت. 1,835,426 تومان. علاوه بر اون افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی به میزان 15% به اضافه 91,000 تومان تعیین شد. نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بارها پای میز مذاکره نشستند. نماینده کارفرمایان گفته آنها توان پرداخت ندارند و افزایش دستمزد باید به بعد از بحران کرونا موکول شود. چون کل دنیا مونده که کرونا خیلی قرار تموم بشه، بعضی از دوستان ما پیشنهاد دادن که بریم بعد از کرونا. نماینده کارگران هم از نیازهای صنفشان گفت. آنچه هم در نهایت تصویب شد با موافقت کارگران نبود. داوود رضوی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه معتقد است افزایش حداقل دستمزد در مقایسه با افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است. به عنوان یک کارگر وقتی میرم در سال جدید نگاه می‌کنم، می‌بینم شیر 25% لبنیات، نمی‌دونم پنیر، چه می‌دونم حبوبات، برنج، روغن، خب اینا دقیقاً 2 برابر و بعضی وقتا تا 3 برابر اون چه که افزایش میشه درصدش اضافه میشه. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران باید بر اساس 2 معیار باشد. با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده را تامین کند. البته میانگین تعداد اعضای خانوار را مراجع رسمی تعیین میکنند. بانک مرکزی نرخ تورم پارسال را 41.2% اعلام کرد. شورای کار هزینه سبد معیشت کارگران، یعنی هزینه خرید حداقل مایحتاج کالا و خدمات ماهانه را برای یک خانوار 3 نفره بیش از 4,000,000 تومان اعلام کرده. کارگران معتقدند هزینه واقعی بسیار بالاتر از ارقام رسمی است. بیکاری بیشتر کارگران و دستمزدهای پایین آنها یعنی نارضایتی بیشتر. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره آن هشدار می‌دهد. این مرکز به تازگی پیشنهاد کرده که دولت با برنامه‌ریزی صحیح مانع از بروز اعتراض‌های صنفی و ناآرامی شود. نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست.
ناآرامی هایی که جامعه کارگری ایران در سالهای اخیر بسیار به خود دیده و به خاطر آن تاوان پس داده. کم نبودند کارگرانی که احضار شدند، حکم گرفتند و یا در زندان به سر میبرند. داوود رضوی، فعال کارگری: از افرادی که در اون سال پارسال بازداشت شدن، هنوز اونها دارن محکومیتاشون میاد. 5 سال، 6 سال از اعضای خود سندیکای ما، آقای سعیدی، آقای طالب مقدم، دوستان همکار ما، 7-8 نفر دستگیر شدن و 2 نفر احکام سنگین گرفتن و میتونم بگم حدوداً شاید بیشتر از 20 نفر محکومیت گرفتن. شاید به دلیل شیوع ویروس کرونا در مراسم امسال روز جهانی کارگر از این دست اعتراض‌ها خبری نباشد. اما در کشوری که اقتصادش به دلیل تحریم‌ها از نفس افتاده و کرونا در خیلی از کسب و کارها را تخته کرده، چشم‌انداز روشنی برای روزهای بهتر حداقل در آینده نزدیک وجود ندارد. خب اینم نگاه فیروزی اکبریان بود به وضعیت کار و کارگران در ایران در آستانه روز کارگر. یکی دو خبر دیگر از ایران در یک نگاه با جلال فرهنگ. وزیر خارجه ایران با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین آن کشور، تلفنی گفتگو کرده است. به گفته صدیق صدیقی، سخنگوی آقای غنی، نقش منطقه در صلح افغانستان، چالش مبارزه با کرونا و مشکلات مهاجران افغان در ایران از جمله موضوعات مورد گفتگو بوده است. آقای عبدالله هم در پیامی در توییتر نوشته که با وزیر خارجه ایران در مورد نیاز برای اجماع منطقه‌ای درباره صلح افغانستان و آتش‌بس فوری حرف زده است. او اضافه کرده که آقای ظریف همچنین در خصوص حمایت ایران از افغانستان در امر مبارزه با ویروس کرونا اطمینان داده است. و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته که 133 نفر از نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی به ویروس کرونا مبتلا شدند. سرتیپ پاسدار کمال هادیانفر گفته بسیاری از مبتلایان بهبود یافته یا طول درمان خود را طی می‌کنند. او افزود که در پلیس راهنمایی کسی به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 فوت نکرده است. با ما هستید در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی از لندن. اینجا در روز چهارشنبه 10 اردیبهشت، 29 آوریل، در واقع روزی که در گاه شماری رسمی ایران روز ملی خلیج فارس عنوان شده و اما در گاه شماری باستانی ایران زمین روز چله نوروز یا آبان روز اردیبهشت ماه بوده که به طور گسترده اون رو جشن می‌گرفتن. اتفاقا در این باره در ادامه برنامه مطلبی داریم، ولی فعلا نگاهی تازه داشته باشیم به تازه‌ترین خبرهای امروز تا این لحظه. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا اکنون بیش از 1 میلیون تن اعلام شده که حدود 1/3 کل مبتلایان در جهان است، به شمول بالغ بر 57 هزار تن که بر اثر بیماری کووید 19 در آمریکا جان دادند و این آمار بیشتر از شمار سربازان آمریکایی است که در جنگ ویتنام کشته شده بودند. فرانسه گفته که یک نظام نمونه برداری سختگیرانه را پیاده خواهد کرد تا بتواند این همه گیری کرونا را کنترل کند با بیش از 700 هزار آزمایش کرونا در عرض 1 هفته. و مقام های ایران میگویند که بیش از 100 تن از کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی این کشور در مقابله با کرونا جان خود را از دست داده اند که در این باره مطلبی داشتیم. در نیمه بعدی برنامه از کرونا در افغانستان خواهیم گفت. مطالب بسیار دیگر هم داریم با پایانی موسیقایی. Don't like the limelight, so we don't hold hands in daylight. I still drag the closet, all my limbs they ache inside. بله، امروز پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته بریتانیا را مرور خواهیم کرد با شیداس بکاویانی. تو 19 دقیقه دیگه امیدوارم که ما را همراهی کنید. سری به افغانستان میزنیم. اینجا در افغانستان با شناسایی 125 مورد تازه بیماری کووید 19 در یک روز واحد، شمار مبتلایان به این بیماری به 1828 تن رسیده. 228 تن تا کنون بهبود یافتند و شمار جان باختگان هم با 1 مورد افزایش به 57 تن رسیده. فردی که دو روز گذشته در واقع جان باخته، یک دختر 18 ساله در قندهار بود است. بگذارید در این باره گفتگوی داشته باشیم با کابل. یه راست بریم سراغ نسرین نوا، همکارم که اونجا با ما. صبحت بخیر نسرین.
وضعیت این روزهای قرنطینه در افغانستان چطور اگه توضیح بدی؟ ظاهرا وزارت بهداشت از عدم رعایت محدودیت‌ها و مقررات از سوی مردم همچنان گلایه داره. راستش بیشتر از یک ماه از قرنطینه شهر هرات میگذره، شهری که کارنشی ویروس کرونا در افغانستان بوده و همیشه بلندترین آمار را داشته، و همینطور حدود یک قرنطین در کابل و ولایت‌های دیگه هم هستن مثل قندهار و بلخ که در قرنطین به سر میبرن، ولی هنوز که هنوز هر روز دولت از عدم توجه مردم به محدودیت تردد شکایت میکنه. روز گذشته وزارت صحت اعلام کرد که باز هم یکی از دلایل مهم افزایش آمار و عدم رعایت مردم در مورد مقررات قرنطین و عدم توجهشان به توصیه‌های بهداشتی است، خصوصا کابل پایتخت که بیشترین جمعیت را داره. همینطور در هرات والی این ولایت اعلام کرده که بیشتر کسایی که محدودیت تعدد را قوانین محدودیت تعدد را زیر پا میگذارن افراد دولتی هستن، کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی که اینا همه هر ماه حقوق ماهانه دریافت میکنن و هیچ نیازی برای تردد غیر ضروری ندارن. بنابراین خیلی جدی گفت که بعد از این روی جاده ها با این افراد برخورد نمیشه، بلکه از طریق ادارات به دادستانی معرفی میشن و احتمال منفک شدن برکناری از وظیفه ایشان وجود داره. در کل در تمام این مدت این نگرانی وجود داشته از طرف مسئولین دولتی که عدم توجه مردم به این مقررات باعث شده که آمار همچنان افزایش پیدا بکنه. حالا یکی دیگر از نگرانی ها که بهشون اشاره کردی یا در واقع شکایات مردم افغانستان بازگذاشتن مرزها و بازگشت مهاجران به کشور بوده. دیروز هم پاکستان مرز رو موقتا زارن باز کرده. میشه دلیلش رو توضیح بدی؟ یادم میکنم که یک سال دیگه هم دارم ممنون میشم کوتاه بگی که چرا مرز رو باز کرده. خب این رفت و آمد بین دولت‌ها تقریبا غیر قابل انکار هست. درست است که به دلیل کرونا همه کشورها ورود را ممنوع کردن، اما به دلیل اینکه خیلی از افغان‌ها در آن طرف مرز در پاکستان، در ایران، در هند گیر مانده بودند، این ورود مهاجران و مسافران در این مدت ادامه داشت. حالا پاکستان هم دو هفته پیش یک بار برای 3 روز موقتا مرز را باز کرد، یک طرفه فقط برای بازگشت مسافرهایی که در پاکستان بند مانده بودند، و این اتفاق دیروز هم افتاد که حدود 3000 افغان در یک نیمه روز از طریق مرز تورخم وارد افغانستان شدند. اگرچه مسئولین گفتن که آمادگی این را داشتن که اینها معاینه بشن و اگر فرد مشکوکی به چشم بخوره حتما قرنطین میشه و ازش نگهداری میشه. در یک تحول دیگر نسرین و مرتبط هست در واقع، وزارت خارجه افغانستان گفته که ایران و عربستان پیشنهاد کردند که زندانی های افغانستانی را از این دو کشور به افغانستان برگردونن. صحبت از بیش از 2000 زندانی هست مثلا در ایران. آیا به راستی قرار هست که این اتفاق بیفته؟ این اتفاق افتاده. وزارت خارجه افغانستان از تحویل گرفتن 650 زندانی افغان در ایران خبر داده و گفته که در مقابل هم قرار هست 16 زندانی ایرانی را که در افغانستان به سر میبرن و به دولت ایران تسلیم بکنه. تقریبا این انتقال و تبادل زندانیان این روند آغاز شده. بله این روند آغاز شده. زندانیان که زندانیان افغان از ایران منتقل شدن فعلا در هرات به سر میبرن، چون مرز اسلام قلعه، مرزی که بین ایران و افغانستان هست، به شهر هرات هست و اینها منتقل شدن. ولی زندانیان ایرانی در افغانستان هنوز به دولت ایران سپرده نشدن. وزارت خارجه گفته به زودی قرار هست این کار را بکنن. یک ممکن ربطی داشته باشه به اینکه وضعیت کرونا هست و این تبادل را سرعت ببخشن، ولی خب این برمیگره به سالهای قبل تا فعلا بیش از 1280 زندانی افغان از ایران به کشور افغانستان منتقل شده و گفتن که این برنامه دوامدار هست و حدود 5000 زندانی افغان در ایران به سر میبره که برنامه دارن تا ربع اول سال بعدی 2000 زندانی افغان به کشور منتقل بشن. و همه اینها برمیگرده به حکم محکمه، به مشخص شدن هویتشون، به رضایت فردیشون. مثلا از 5000 زندانی تا حالا 1000 زندانی حتی نمیخواستن که به کشور برگردن، چون اعضای خانوادهشون در ایران به سر میبرن.
دقیقا همونطور که اشاره کردی، در واقع این شیوع ویروس کرونا باعث شتاب دادن به این روند شده. ظاهرا سپاسگزارم از نسرین نوا که از کابل با ما صحبت میکرد. اما این هفته، هفته جهانی واکسیناسیون یا مایه کوبی هست، اینطور نامگذاری شده. واکسن هایی که در سراسر جهان جان میلیون ها کودک و بزرگسال را نجات دادند. اما خودداری از واکسیناسیون در برخی از جوامع در حال رشد است و این منجر به افزایش بیماری های عفونی شده که پیشتر از این از بین رفته بود. بیماری های مثل سرخک طی سالهای گذشته در برخی از کشورها رشد زیادی داشته. بر اثر همین داستان، آنایتا شمس نگاهی دارد به این موضوع. واکسیناسیون سالانه از مرگ 2 تا 3 میلیون نفر جلوگیری می کند. واکسن ها در مقابل بیماری های مرگبار از بزرگترین دستاوردهای بهداشت عمومی در تاریخ هستند. با وجود این، هنوز از هر 5 کودک یکی به علت نزدن واکسن جانش را از دست می دهد. کودکانی که به این خدمات بهداشتی دسترسی ندارند، عموماً 2 دسته هستند. دسته اول در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند که پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از برنامه های بهداشتی کافی نیست و دسترسی به مراکز بهداشتی وجود ندارد. اما دسته دوم بزرگسالانی هستند که به دلیل نداشتن آگاهی درباره واکسیناسیون واکسینه نمی شوند و فرزندانشان را هم واکسن نمی زنند. یکی از موافقان واکسیناسیون می گوید واکسن نزدن انگار مد شده، باید هرچه زودتر جلوش گرفته شه. در چند سال گذشته مخالفت با واکسیناسیون در کشورهایی مثل آمریکا زیاد شده. این هم صدای یکی از مخالفان واکسیناسیون. این آزادی که ما در آمریکا داریم، آزادی در انتخاب چیزی که فکر می‌کنیم برای خانواده‌مون بهترینه. اما تاریخ مخالفت با واکسن به اوایل قرن 19 میلادی برمیگردد، زمانی که ادوارد جنر، کاشف واکسن آبله، فهمید تزریق بخشی از تاول آبله گاو به شخص دیگر میتواند او را در برابر این بیماری مرگبار مصون کند. واکسن او اما با سیلی از مخالفت و انتقادها روبرو شد. دلایل آن مخالفت‌ها و اجتناب‌های امروز بعضی اعتقادات مذهبی، آزادی و فردگرایی و از همه مهمتر اطلاعات نادرست درباره خطرهای واکسیناسیون است. برخلاف تلاش مستمر سازمان بهداشت جهانی و تعیین هفته جهانی واکسیناسیون برای آگاه سازی، هنوز والدینی هستند که قانع نشدند واکسن برای کودکانشان ضروری است. ممکن است این واکسن ها دردناک باشند، اما زندگی بسیاری را از بیماری های مرگبار نجات دادند. متخصصان بر این باورند که والدین به دنبال اطلاعات در اینترنت با اطلاعات نادرست و جعلی بمباران می شوند و تصمیم های نادرست می گیرند. مخالفت با واکسن از شعارهای تبلیغاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود. یه بچه رفته واکسن زده و یه هفته بعد تب کرده و مریض شده و حالا هم به اوتیزم مبتلا شده. اظهار نظرهایی از این دست هرچند بعد از مدتی تغییر کند، جان کودکانی را به خطر می اندازد که تنها یک تزریق و یا چند قطره می تواند جانشان را نجات دهد. در پاکستان و افغانستان، طالبان به دلیل سیاسی زدن واکسن فلج اطفال را در مناطق تحت کنترل خود ممنوع کرد و همین باعث شده آمار کودکان مبتلا به این بیماری افزایش پیدا کند. با بیشتر شدن بیماری‌های واگیری که واکسن می‌تواند از آنها جلوگیری کند، کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه واکسیناسیون را اجباری و برای متخلفان جریمه تعیین کردند. در ایران هم واکسیناسیون اجباری است. پیام اصلی هفته جهانی واکسیناسیون ضرورت ایمنسازی هر کودک در مقابل بیماری‌ها و حفظ جان آنهاست. در حال حاضر روزهای کرونا زده را پشت سر می‌گذاریم. همه‌گیری که در تاریخ معاصر نمونه آن وجود نداشته. روزهایی که بیشتر مخالفان و موافقان واکسیناسیون همه چشم به راه رسیدن واکسنی هستند تا به این روزهای سردرگمی و پرتشویش پایان دهد. گزارش بود از آنایتا شمس درباره هفته جهانی واکسیناسیون. حالا دورا دور سری هم به دکه های روزنامه فروشی تهران بزنیم با فرشته غازی در آتلانتا یا آمریکا. بررسی روزنامه های امروز تهران رو شروع می کنیم با اخلاق و سیاست از ابتکار، اما و اگرهای آمار کرونا از همدلی و صحت سنجی آمار مرگ بر اثر کرونا در ایران از شرق. خب خانم قاضی، در مطلب اول روزنامه ابتکار انتقاد کرد به شدت از مراکز مذهبی که اصرار دارن به بازگشایی مراکز در روزگار کرونا زده. جزئیاتش چیه؟
کوروش الماسی در سرمقاله این روزنامه نوشته این که دولت مجبور مراکز اقتصادی و تجاری رو با وجود هشدارهای کارشناسان و خطرات احتمالی بازگشایی کنه قابل فهمه، اما اینکه برخی مراکز روحانی اصرار بر بازگشایی دارن جای تأمل داره، چرا که نه تنها به گفته نهادها و مراکز بهداشتی و درمانی، بلکه بنابر تجربه درک، لمس و مشاهده، ویروس ویرانگر کرونا خطرناکترین بیماری نه تنها برای ایران بلکه برای جهانه. و آمار کرونا، میدونیم که در ایران آمار کرونایی که در ایران رسما اعلام میشه موضوع شک و شبهه‌های بسیاری بوده. روزنامه همدلی از چیزی که شائبه مهندسی آمار مبتلایان به کرونا در ایران خوانده نوشته در مطلب اما و اگرهای آمار کرونا، چی میگه؟ رضا دستشهیدی در این روزنامه به آماری که از سوی وزارت بهداشت در ایران ارائه میشه اشاره کرده، اینکه این آمار دو رقمی شده جای خوشنودی داره، اما چیزی که شرایط رو نگران کننده کرده اینه که از یک طرف مسئولان وزارت بهداشت در مورد موج جدید شیوع مجدد کرونا در کشور هشدار میدن به علت بازگشایی کسب و کارها، و از طرفی آمار وزارت بهداشت که با وجود این اخطارها و اسناد موجود مبتنی بر افزایش مرگ و میرهای ناشی از کرونا همچنان دو رقمی مونده. نویسنده معتقده که این مسئله این ذهنیت رو در میان جامعه پدید میاره که آمار ارائه شده از توی این وزارتخونه صحیح نیست، آماری که از روز نخست هم با شک و تردیدهای بسیاری همراه بوده و در واقع شائبه مهندسی آمار مبتلایان به کرونا در کشور مطرح میشه. و همین موضوع آمار رو در روزنامه شرق هم میبینیم که فراتر از موضوع کرونا هم رفته و میگه که حتی اداره ثبت احوال آمار کلی دقیق مرگ و میر در کشور رو اعلام نمیکنه در زمینهای دیگر همین روزها. محمد باقرزاده در این روزنامه معتقد هست که وزارت بهداشت آماری که از مبتلایان و جانباختگان ارائه میده بر اساس اعلام نتایج آزمایش هاست، یعنی آمار تمام مبتلایان و جانباختگان نیست، بلکه آمار کسانی که به مراکز درمانی مراجعه کرده یا تست دادن. نویسنده معتقد هستش که در مورد جزئیات مبتلایان با کرونا در ایران آمار دقیقی در دست نیست و مقایسه آمار مرگ در روزهای شروع ویروس کرونا با روزهای مشابه در سالهای پیشینش شاید یکی از راه‌ها برای بررسی باشه که این امکان حتی برای پژوهشگران هم در ایران دیگه وجود نداره، چرا که مراجع مرتبط مثل سازمان بهشت زهرا، سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران در ماه‌های گذشته حاضر به انتشار اطلاعات نیستند. روزنامه های صبح امروز چاپ تهران را با فرشته قاضی ورق می‌زدیم در بامداد دهم اردیبهشت. در واقع امروز روزی است که در گاه شماری باستانی ایرانی به نام آبان روز اردیبهشت ماه یا چله نوروز شناخته می‌شد. 40 روز گذشته از نوروز. در فرهنگنامه ایران خواندم که نوشته که این جشن تا این اواخر در شیراز در کنار حوض ماهی آرامگاه سعدی در سعدیه برگزار می‌شده. چله نوروز را در برخی مناطق چلمو هم نامیدند. باوری عامیانه در میان شیرازی ها رواج دارد که امروز در کنار حوض ماهی آرامگاه سعدی یک ماهی که با خود انگشتری زرین به همراه دارد سر از آب بیرون می آورد و بدین گونه آرزوی شما برآورده می شود. آیین چله نوروز در استان کرمان و بخش پاریز آن هم رایج بوده، اما در مزار شریف افغانستان هم این جشن کهن پابرجاست به معنی پایان جشن‌های نوروزی یا میله گل سرخ که این بار زیر سایه شیوع کرونا به پایان رسید. همکارم حمید فهیم در مزار شریف شاهدش بود. عید ولایت است ولی را نگاه کن، یا فاطمه جمال علی را نگاه. مراسم پایان 40 روز میله گل سرخ مزار در روضه منصوب به حضرت علی. زائران اندک منتظر پایین کشیدن جهنده یا علمه نوروزی هستند. جمع کوچک نعتخوانا و متولیان در روضه حضور دارند و درها بروی مردم بسته است. سرانجام جهنده پایین می شود. عتیق الله انصاری رئیس روضه می گوید انتظار داشتند تهدید کرونا در همان هفته های اول حمل رفع شده و مراسم جهنده پایین در میان زائران با شکوه برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. این مراسمی که طی قرون گذشته با عزت و احترام و اکرام بجا می شد امسال هم شده
به شکل رسمی نه، به شکل غیر رسمی. شب شب دوم ثور است که همه ساله همی شب باید ایره ما پایان میکردیم جندره که این مراسم با عزت و احترام و خیر خوبی گذشت. اگرچه فصل وفا است و موسم یاری نگاه آینه ها زخمی خدازاری است. وهاب مجیر شاعر مزاری با این بیت آغازگر فراخوان شعرخوانی از طریق شبکه‌های اجتماعی شد. با گفته مجیر خیلی زود تعداد زیادی از شاعران حتی از خارج کشور با این فراخوان یک جا شدند و اضافه تر از 50 پارچه غزل با درون مایه دلتنگی و زندگی در قرنطینه نوشتند. تنها توی تنها توی شماری از هنرمندان محلی اما مانند رامش تلاش کردند جای خالی جشنواره‌های موسیقی نوروزی را از طریق اجرا در فیسبوک و فراخوان به بقیه هنرمندان پر کنند. تنها توی تنها توی پایان جشن‌های نوروزی در مزار شریف یا چله نوروز گزارش بود از حمید فهیم از مزار شریف افغانستان. من اینجا داشتم مرور می‌کردم پیام‌های بیشمار شما رو از طریق فیسبوک و تلگرام و راه‌های دیگر. از فیسبوک شروع می‌کنم که علیرضا نوشته که آمار واقعی مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران واقعاً به جوک می‌ماند، آماری که به هیچ کشوری شبیه نیست و حدود 100 هزار نفر مبتلا در ایران، چطور ممکن است که حدود 5500 نفر جان باخته داشته باشند؟ عزیزه نوشته که با فوت کسانی که در کادر پزشکی کار می‌کردند به جامعه جهانی صدمه بسیار بزرگی وارد شده. اینها فرشته نجات میلیون‌ها انسان در حال مرگ بودند. افسوس و صد حیف. افشین گفته که کمبود تجهیزات و امکانات بزرگترین دلیل تلفات کادر درمانی است. تعداد و میزان خطری که این عزیزان با آن مواجه هستند به مراتب بیشتر از افراد عادی است و برای همین هم همه جا در زمین ماسک، دستکش و لباس محافظ در اولویت هستند. تسلا گفته کرونا چه باشد و چه نباشد، در ایران مردم 41 سال است که فقط زنده‌اند ولی اصلا زندگی نمی‌کنند. به نظر تسلا در تلگرام شهرامی که می‌خوام بدونم موقعیتی که اکنون بشریت در آن قرار دارد تقدیر اوست یا تقصیر او. علی رضا گفته که راستی از مستعان 110 چه خبر که اشاره کرده به اون دستگاهی که میگفتن دستگاه ویروسیا به سپاه پاسداران هست که الان کجا را نشانه گرفته؟ مگر قرار نبود نحوی کارکردش در یک جلسه تشریح شود؟ چرا جلسه برگزار نمی شود؟ پیام ها بسیار زیاد است، اگه تونستیم باز هم بهشون برمیگردیم. بله، دنیای ورزش این روزها هیچ خبری نداره که مربوط به شیوع کرونا نباشه. تازه ترین هاش رو از علی آخوندان بشنویم. یوشیرو موری رئیس مسابقات المپیک 2020 توکیو گفت که اگر این مسابقات در سال آینده میلادی برگزار نشه لغو خواهد شد. این در حالی که مسابقات المپیک توکیو که قرار بود سال 2020 برگزار بشه به دلیل همه‌گیری جهانی ویروس کرونا قرار هست که از 23 ژوئیه تا 8 اوت 2020 یک برگزار بشه، اما خب مشکل هست که متخصصان سلامت یک مقدار تردید دارن که بدون یه واکسن یا یه داروی مؤثر که بتونه این کووید 19 رو در واقع شکست بده امکان برگزاری المپیک در مورد مقررش برگزار بشه. و به همین دلیل آقای موری گفت که اگر قرار باشه یک بار دیگه این مسابقات به تعویق بیفته لغو میشه و دیگه برگزار نخواهد شد. دیروز همچنین اولین لیگ از میان 5 لیگ معتبر فوتبال اروپایی لغو شد. انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. دیروز خبر اومد که لیگ دست اول و دست دوم فوتبال فرانسه ادامه نخواهد یافت. دلیلش هم اینه که دولت فرانسه مسابقات ورزشی رو تا حدود 5 ماه دیگه یعنی ماه سپتامبر ممنوع کرد و به این ترتیب این مسابقات که فرانسه امیدوار بود در اواسط ماه ژوئیه برگزار کنه شروعش رو برگزار نخواهد شد. همچنین هنوز اعلام نشده که این مسابقات تکلیف تیمی که سقوط میکنه به دسته پایین‌تر تیمایی که سهمیه اروپایی میگیرن و قهرمان مسابقات به چه صورت خواهد بود. خب لیگ فوتبال فرانسه از 13 مارس یعنی حدود 6 هفته پیش لغو شد و 10 هفته و یک تک مسابقه از این باقی مانده. قبل از لغو مسابقات پاریس سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی با یک بازی کمتر و 12 امتیاز اختلاف نسبت به مارسی صدرنشین این مسابقات بود. علاوه بر خبر لغو فوتبال فرانسه یک خبر دیگه هم در فوتبال اروپا منتشر شد مبنی بر اینکه یوفا به این لیگ ها تا 25 مه یعنی 5 خرداد فرصت داده که در مورد لغو یا ادامه مسابقات این فصل خودشون
تصمیم بگیرن. خب تا حالا لیگ معتبری که لغو شده لیگ فوتبال هلند بود که آژاکس هم صدر نشینش بود، روز جمعه اعلام شد که بدون کماکان صعود کننده و قهرمان مسابقات لغو میشه. باشگاه بلژیک هم قرار بود رای گیری کنن در مورد لغو مسابقات که رای گیری رو به تعویق انداختن. لیگ فوتبال آلمان و ایتالیا که گفتن برگزار میشه. در مورد لیگ برتر فوتبال انگلیس هم قرار هست که جمعه آینده جلسه تشکیل بشه و بحث کنن، هرچند که قبلا تمام تیم‌های حاضر در لیگ برتر متعهد شدن که بازی‌های این فصل رو به اتمام برسونن. راجع به لیگ فوتبال اسپانیا هم که فعلا کماکان همون خبرهای قبلی هست و خبر جدیدی نشده. محسن نوشته که به مناسبت روز کارگر که پس فرداست، دو تا نقل قول از روح الله خمینی آورده، میگه که کجاست بنیانگذار جمهوری اسلامی که وصیت کردند ما آن روز عید داریم که مستمندان ما به سطح زندگی رفاهی و تربیت صحیح اسلامی انسانی برسند. گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. این رو نقل قول کرده از امام خمینی. بهرام از کرمان نوشته که ببخشید یک سوال شخصی داشتم از من میپرسه، شما با اینکه تاجیک هستید اما اصلا لهجه تاجیکی ندارید، میشه بدونم که کجا به دنیا آمدی و بزرگ شدی؟ که به بهرام عزیز باید بگم که در دوشنبه در تاجیکستان به دنیا آمدم و در دوشنبه هم بزرگ شدم. سپاس فراوان از توجهت. حالا چشمانداز بامدادی چهارشنبه ها، میدونین که بدون موسیقی به پایان نمیرسه. نگاه ما در پایان این برنامه طبق معمول چهارشنبه ها به جدول پرفروشترین های موسیقی بریتانیا است. این بار جدول آلبوم ها با شیداس بکاویانی. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. At the end of the storm, there's a golden sky and sweet silver song of the lark. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky. کاپیتان تام مور که فردا در 3 آپریل 100 ساله خواهد شد، مسن‌ترین هنرمندی شد که به صدر جدول تک‌آهنگ‌های پاپ بریتانیا رسید. مور در کنار مایکل بول و گروه کور NHS آهنگ ماندگار You Never Walk Alone رو بازخوانی کردند برای کمک به خیریه‌ای که برای کارمندان NHS سرویس سلامت همگانی بریتانیا کمک مالی جمع می‌کنه. رقابت سرسختی بین آهنگ Blinding Lights The Weeknd و مور بود، ولی در لحظات آخر The Weeknd در توییتر از هوادارانش خواست تا از کاپیتان مور حمایت کنه. چندی پیش بود که مور بر آن بود تا با 100 بار قدم زدن طول باخشه خود 1000 پوند برای حمایت از NHS جمع‌آوری کند، اما تا به حال حمایت مردم از مور از مرز 30 میلیون پوند فراتر رفته. کاپیتان تام مور، تولد 100 سالگیت مبارک. خب این هفته جدول آلبوم ها. I've waited many years, every print I left upon the track has led me here. آلبوم Fetch the Bolt Cutters از فیونا اپل، شماره 33، گاز واره. Then I know that you do. In the dark I know that you do. فیونا اپل، خواننده و آهنگساز و پیانیست آمریکایی با پنجمین آلبومش. فیونا قبلا گفته بود که جان لنون برای او خداست و سعی داره به پای ترانه‌سرای لنون برسه، اما در این آلبوم فیونا به نظر میرسه که کمی هم شاید ناخودآگاه از یوکو اونو هم تأثیر گرفته. اونو هم گفته بود که دوست داره با ساختار نظام حاکم بجنگه. این بود از اونو در موسیقی آلبوم نمایانه، موسیقی که حاوی هیچ یک از فرم‌های معمول پاپ نیست. آلبوم Earth از EOB شماره 13، تازه‌واره.
آلبوم ات اوبراین یکی از گیتاریست های گروه رادیوهد. اوبراین در سال 2008 گفت من رونالدو یا رونی نیستم، اونها تام و جانی هستن، ولی در رویه هم پول سکولز هستم. در حالی که دو عضو دیگر رادیوهد تام یورک و جانی گرین بود به سوی موسیقی تکنو و ارکستراسیون پیش رو رفتن، اوبراین خود را غرق در موسیقی که به اون علاقه داره کرده، از فوک تا موسیقی رقص الکترونیک، نه زیاد چپ زده و نه زیاد راست، در میانه نشسته. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go today. All women, blame it on baby. As your baby, shorty ash, dogs of all it. It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a full of pump. رپر از کارولینای شمالی آمریکا خیلی سریع کار میکنه. این سومین آلبومش در طی یک سال گذشته. اولی به رده هفت جدول آمریکا رسید، دومی هم سرنشین شد. اگر با این سرعت بره جلو تا آخر سال شاید دنیا رو فتح کنه. طبق مود روز کلی از رپرهای موفق دیگه هم روی آلبوم با او هستن. مثل اینکه رپرها دیگه به تنهایی کار نمی کنن. یه اد شیران، نو الکن جان. All my limbs, they ache inside. And surely, all my family and my friends, my God and my ends, they cannot all be wrong. So I play along. All woman, nothing is true, everything is possible. As enter Shakira, surely do, pause the worry. In a cosmic dance amongst the northern lights. And we orbit fast, but I wish we could collide. ششمین آلبوم گروه بریتانیایی انت شکیرا. در آلبوم‌های پیش از هوی متال، رپ، پست پانک و ریتم‌های قوی استفاده کردن تا حدی که خیلی‌ها سبکشون رو الکترو پانک توصیف کردن، ولی آنطوری که این سبک‌ها رو تکه تکه برمی‌چسبونن شاید بشه گفت سبکشون بیشتر اوریگامی پانک. آلبوم در آلمان 32، قبلی‌ها 7 بیلی آیلیش، 6 The Weeknd، 5 هری استایلز، 4 لوئیس کاپالدی، 3 دوا لیپا. رسیدیم به سردشین. آلبوم The Bony از جری سینمن پر فروشتنی آلبوم بریتانیا. جری سینمن خواننده موسیقی فوک اسکاتلندی که دو سال پیش در بارها میخوند، با دومین آلبومش سفر خود به نوک قله پاپ بریتانیا رو به پایان رسوند. این کار برجسته‌ای بود، چون سینمن است که 5 ساله نه قراردادی با کمپانی موسیقی بزرگی داشت، نه مدیر کارکشته‌ای و حتی حاضر نشد مصاحبه‌ای با رسانه‌ها. با این حال، با اینکه به او توصیه شده بود ارائه آلبوم طی قرنطینه ناشی از ویروس کرونا ممکنه فاجعه باشه، سینمن گفت من هیچ وقت به فکر تعداد فروش آلبوم‌ها نبودم و حالا هم شروع نخواهم. خب حالا برنامه کوچه فرد. I took a trip to the mountain. I saw you trapped up in the cableway. I prayed that you would fall and come floating down to me. Oh yeah. My soul as Gavin the TD Bridgewater to after yonder would on با یه برنامه شاد و شوخ و شنگ دیگه از شیراز به کاویانی به پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی بی بی سی رسیدیم. به همراه فرج بلفکن و مت هاوز از همراهی تک تک شما، من داریش رجبیان سپاسگزارم. زمان به کام شما بود.